واقعا 1.5 میلیون بازدید بعد داشته؟ این 1.5 میلیون بازدید داشته خب پس بعد دوست داشتنی هم که خیلی هوس انگیز بوده. به به نگاه کنید، این غذا رو همین الان از فردر آوردم. قراره که امروز این غذای خوشمزه که عطر و بوش آشپزخونه رو برداشته براتون درست کنم و بگم دلیل درست کردن این غذا چیه. سلام، چطورید؟ امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشید. باشگاه بودم، ورزشم تموم شد، یه سری خرید دارم برای شام. کسی خونه نیست دیگه، من که الان از باشگاه دارم میرم، گفتم یه چند تا خریدی که نیاز دارم رو انجام بدم بریم خونه. قراره یه غذا درست کنم که توی خونه بهتون میگم که جریان این غذا چیه. فعلا خریدا رو انجام بدم، یه چند تا کم و کسری دارم، بعدش بریم. جلوی فروشگاه کارفورم ماهی لازم ندارم، ولی دیدم که ماهی تازه خورده. لورکه؟ تا حالا لورک نگرفتم ولی میگم خوبه. بادمجون میخوام، منتها یه مقداری از اینا درشت‌تر. برم ببینم اون سمت داره. خب اینجا هستش. زیاد درشت توش نیست، باید بگردم سوا کنم. سیرم میخوای؟ گوشت تازه هم میخوام. اون خوبه، اونو بگم چرخ کنه برام. خریدمون تموم شد، بریم خونه. هوا رو نشونتون بدم. از صبح تا حالا بارون شدید. خب الان فردای دیروزه. دیروز که خرید کردم بهتون گفتم که بریم خونه، قراره یه شام خوشمزه درست کنم. ولی اومدم خونه دیدم خب کسی که نیست، پژمانم دیر موقع میاد، این غذایی هم که من میخوام درست کنم باید حاضر میشه، داغ و داغ بیارم همه افراد خانواده دور هم باشن که سریع خورده بشه. اونم چه غذایی میخوام درست کنم. هوا رو نشونتون دادم که چه هواییه. پیازو داغون کردم، میخواستم نگینیش کنم. جدی؟ پیازو چارباش کردم، خوابگوش بخوره. خیلی چیزی چیدی؟ اینو شدی، شدیدش کرد. یه جور اینجا چیدی، واقعا فکرم های آبگوش به همون بودی. پژمان؟ من مواد رو آخه اینایی که رو میزه کدومش مواد آبگوشته؟ اونو بریزدی؟ آخه یعنی اینایی که رو میزه یک دونش تو آبگوش استفاده. آخه این قرار نگینی بشه، این الان خیلی سخته، چون من به پژمان گفتم که این پیازه رو نگینی کن، گفت سخته. الان عشق چشمان من دوباره شده دوربین در میاد، میذارم برا خوده، این دیگه مون برا خوده برای باشه. اصلا این کاری میکنیم، من اینم زوار رو جداگانه بخورم، خود این پیاز رو پوست کرد نگینی کن. نه دیگه، این بارم یه پیاز پاسه نه این چیز کنیم، من دیگه باز خودم پیاز پوست کردم. آره هوا رو بهتون نشون دادم. هوا بیرون میتونم بگم قشنگ ولی وحشتناک بارونی. قشنگ زمستون برگشته، اینجا یه 5-6 روز خیلی گرم شد.
ولی الان من صبح رفتم نون گرفتم، فوق العاده هم سرد شده، هم بادی هم بارون. خیلی خیلی، ولی سرماش مثل سرمای خود زمستون که نیست، اما بارونش یه چیز عجیبیه، همینجوری سیل آسا داره میریزه. شیشه هم که دیدید خیس بود، الان انگار باز دو برابر اونیه که بهتون نشون دادم، حجم بارونی که داره از ابرای آسمون اینجا میریزه. خلاصه هوا خیلی قشنگه، منتها چون تاریک بودی من رینگ لایت هم روشن کردم، یکم هم اومدم جلو که روشن بیفته فیلممون. خب بهتون نشون دادم که چی قراره درست کنیم، حالا جریانش چیه؟ میدونی چی میخوام درست کنم؟ اول من سلام کنم، سلام نکردم، سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. خب حالا بهتون بگم که چی قراره که درست کنم امروز. میدونی معلومه ازش؟ والا هم معلومه هم معلوم نیست. خب. چون صبح یه سفارش من دادی، گفتی برو از این گوجه کوچولوها بگیر. آره گفتم گوجه کوچولو. من رفتم گوجه بزرگ پیدا کردم. گفتم حالا میترسم ببرم باز نپسندی. رفتم گشتم پیدا کردم. نه گوجه بزرگ داری. گوجه بزرگ داری. اونم میخوام. نه نمیدونم چی. چیزی که باید حتما گوجهش کوچولو باشه نمیدونم چی. یه غذای ترکی قراره براتون درست کنم. با بادم جون و گوشت چرخ کرده است، ترکیبی که همه حالا نمیتونم بگم همه، ولی اکثریت دوست دارن بادم جونو و اینکه گوشت قاطیش بشه، اونم مثلا گوشت چرخ کرده، 1.5 میلیون بازدید داشته توی یوتیوب. گفتم که درستش کنیم ببینیم طعمش چجوریه، چی بوده که باعث شده که این همه ویو بخوره. واقعا 1.5 میلیون بازدید داشته؟ بله، این 1.5 میلیون بازدید داشته و قیافش هم که خیلی هوس انگیز بوده. خب خیلی واقعا این ترکیبش گوشت چرخ کرده بادمجون اینا رو همه دوست دارن. آره بعد به ذائقه ما ایرانی ها میفته، انتخابش کردم. یه چیزی که زیاد ویو میخوره چند تا دلیل داره. یکی این که حالا جدایی از این که بذاریم مثلا یه تامنیلی باشه که چشمو بگیر آدم دوست داشته باشه باز کنه، ولی وقتی که مخاطبای ویدیو رو دوست داشته باشن اون رو خوب نگاه کنن تا انتهای ویدیو همراهی کنن که برن تا آخرش، این یوتیوب تشخیص میده که این ویدیو خوبه. این یکی از معیاراشه که من دارم میگم، مطابق یوتیوب تشخیص میده این ویدیو خوبه، بعد به افراد بیشتری هم پیشنهادش میده، باز افراد بیشتر باز اون رو که باز بیشتر ببینن، این باعث میشه که هی تصاعدی بره بالا. حالا بریم اینو با هم درست کنیم ببینیم که چطور در میاد. اول یه سوال، این غذا نونیه یا برنجیه؟ من با برنج درست میکنم. با برنجه؟ بله. حالا توی یه ویدیو دیگه کنارش نشون نداد که رو با نون سرو کردن یا با برنج، ولی با جفتش میشه بخوری. حالا ولی من با برنج درست میکنم چون که خوشمزه است. خب ببینیم بس احتمالاً این کاری که داریم میکنیم و 5 میلیون ویو بخوریم. پس همراه باشید، نسنجا رسپی رو میده و درست میکنه، ما هم میایم بعد تست میکنیم. آره پژمان گفته 5 میلیون ویو بزنیم. آره من دیگه میام تست میکنم. پژمان اینو برای دیگه نگینیشو میسپرم دست خودم. دوربینو که قطع کردم نگینیشو عشقیت هم داره میاد. خب من یه سری موادش رو اینجا گذاشتم نشون بده. ببین بادمجون، فلفل، گوجه است، گوشت چرخ کرده، پیاز نگینی، پیاز چارواج. حالا یه سری چیزای دیگه هم نیاز داره که کم کم که دارم غذا رو درست میکنم نشون میدم. الان برای اول کار میریم سراغ بادمجونا. ببینید بادمجونا رو فقط از یک طرفش من پوست میکنم، یعنی زیرش رو پوستش رو میذارم به این صورت. ببینید این رو من به این صورت پوست کندم، زیرش هست، این قسمت رویش رو برداشتم، حالا دستش رو هم باید کوتاه کنم، اضافه هاش رو بزنم، ولی دستش رو یک مقدارش رو حفظ میکنیم. تمام بادمجونا رو به همین صورت درست میکنیم. بعد چون قراره که بره داخل فر، تو سینی فر بچینیم، بهتره که اینا رو از سمت پوستش رو بکنید که زیرش راحت وایسه، یعنی میذارید داخل سینی بر نگرده به اون سمت، نچرخه. یعنی فوت کوزه‌گرشه این؟ دیگه فوتی نیستش دیگه. چرا مهم؟ آخه یه چیزی پوست کنی بعد به چرخ رو قسمت پوست کنده قشنگ نیست دیگه. آره دیگه، چون قراره که از سمت رو پخته بشه. بریم انجام بدیم. این از بادمجونا که پوست کنده شد، حالا باید روی سطح همشون رو
روغن زیتون بمالیم. رو قسمت یه پوسکنده شده دیگه. دقیقاً فقط رو همون قسمت. منم یه کاری کرده باشم که در تهیه غذا مشارکت. دست درد نکنه. پژمان میخواد بره جلسه. قبلش داره به من کمک میکنه. اینم کرده باشه. مرسی. باید یه چند بار فرچه رو بزنیم روی این قسمت که قشنگ چرب باشه توی فر خوب بپزه. خب قراره بره داخل فر بپزه، یه مقداری سرخ هم میشه اینجوری. اون قسمت هم که دیگه گوسته که هیچی نیاز نیست. نه اونجاش نیاز نداره. غذا برسته هم راحت تا چی؟ اینش راحته. همیشه من بگو طبیعی هم غذا رو اینجور بسن. یه کمکم دوباره بزنم یه بار کافی هم دیگه یه بار دیگه بزن. امروز یه غذایی داره تو خونه ما پخته میشه که همه دوست دارن، بادم جون. قطعا بادم جون که انصافا از میرزا قاسمیش گرفته، نمیدونم قیمی بادم جون گرفته، هر چی جون نگاه کنی یه خورش بادم جونش دیگه هستش. بادم جون کنار مرغشه. کار من تموم شد. دست درد نکنه. یک مقدارم باید نمک بزنیم روی این بادم جون. پژمان جان میری این لامپ این که بالا سر من روشنه؟ نه اشتباه خاموش کرد. اون یک. آفرین. ببینید اینجوری بهتر شده داره. اون ضد نور میشه و میزنه توی چشم. پس که ما کاری نداره تا موقع تستش. تا تستش. هستی دیگه در یه جلسه برسید. آره قرار خودش برسونه. یک مقداری روی سطح بادمجونا رو نمک میزنیم. به من کمک میکرد یادش رفت قهوهشو بخوره، رفت تو سالن میگه قهوهمو یادم رفت بخورم. یخ کرد پشمان. یکی دیگه باید برات درست کنم. سه دفعه برای پشمان امروز من قهوه درست کردم. یه بار درست کردم توی یه جلسه آنلاین بود، مهداد خوردونمو. دوباره اومدم یه بار دیگه براش درست کردم، هنوز تو جلسه بود. قهوه جوش رفت چون من مشغول این کارا بودم و آماده کردن وسایل برای فیلم برداری و نهار. دوباره اونو خالی کردم چون قهوه نباید بجوشه. یکی دیگه براش درست کردم که اینه تو سالانه، بازم یخ کرد. خب من این بادمجونا رو میذارم توی فر 230 درجه سانتیگراد طبقه وسط برای 30-40 دقیقه. بهتون میگم که بعد از چند دقیقه درش میارم. اینو بزنیم بریم برای بقیه موادش رو آماده کنیم. برای مواد میانی بادمجونا باید تمام این مواد خرد بشه. گوجه کوچیکا رو خرد نمی‌کنم، آخر سر نیاز دارم. جعفری می‌خوایم، گوجه، پیاز، سیر و دو رنگ فلفل. ماهیتابه میذاریم روی گاز، داخلش رو روغن زیتون میریزیم. موادی که خرد کردیم رو همش رو باید تفت بدیم. اول سیر و پیاز خرد شده رو من میریزم داخل روغن. بعد بیاید به ترتیب بهتون بگم که مواد رو چجوری اضافه کنیم و ادویه هاش چیه. اینجا هم از این شهریه ها ریختم که با برنج درست کنم. غذا ترکیه، برنجمون هم مدل ترکی درست کنیم. طریقه پختن این برنج رو توی کانال من یاد دادم. این تفت خوردن براش کافیه. همجوری که دیدید یه پیاز بود با 5 حبه سیر. حالا گوشت چرخ کردن اضافه می کنم. این گوشتمون
حدودا نیم کیلو 550 گرم. البته میزان گوشت و موادمون به اندازه بادمجونا بستگی داره، یعنی تعداد بادمجونایی که استفاده میکنیم و همینطور سایزشون. تو این فاصله که گوشتا نرم شد، اینم برنجه، برنج رو هم تف دادم، آب رو آب جوش باید اضافه کنیم، ریختم روش. خیلی خب، حالا بقیه مواد رو اضافه میکنیم، فلفل، گوجه ها. ادویه هاش رو هم اضافه می کنم. یک قاشق چای خوری کیک می خواد که حالا همون آبشن یا اورگانو بریزیم، فلفل سیاه، نمک، اینو همش می زنیم. نسون جان، جانم آماده شد یا نه؟ نه حالا وسط کاریم. خب بس من برم و برگرم. داری میری؟ برو به سلامت. خدا 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 بله مرسی منطقه الان نه بعد باشه آره این سهمه بعد خدا خدا نصف گرفتم. بریم سر وقت غذا. فکر کنم من باید شعله زیر برنج با ماهیتابه رو عوض کنم که آب برنج سریع تر خوش بشه، چون شعله اون کوچیکه. اینا رو خوب با هم ترکیب میکنیم، اجازه میدیم که گوجه ها هم نرم بشه، آبش هم کشیده بشه تا حدی. خب من جعفری ها رو هم اضافه کنم. خب بادمجون رو پخت، بریم از تو فر درش بیاریم. حدودا همون نیم ساعت تا 35 دقیقه کافیه. منتها من به مهداد سپرده بودم که سر ساعت گوشیت رو تنظیم کن، به من بگو من مشغول کارم. یادش رفت من بگه، خودم یادم افتاد. منتها 5 دقیقه دیرتر. بریم ببینیم که لایه روش نسوخته باشه. خب این بادمجونا که من از تو فر درآوردم دقیقا همون نیم ساعت کافیشه، نیم ساعت تا 35 دقیقه. اینم نسوخته، ولی خب اگه یادم نمیومد میسوخت. حالا چون باید باز شه داخلش مواد بره، مشکلی نداره. اینا رو من به این صورت این لایه رو برمیدارم. من پنجره رو باز کردم، هوای آشپزخونه عوض شه، فرم روشن بود، خیلی گرم شده. ببینید راحت اینا رو دارم جدا میکنم. اولین بار بود من سپردم که به من خبر بدم. و به من میسپردی جا؟ و به من میسپردی. آره نبودی که، مهداد رو تنظیم کرده بود و فکر کنم اشتباه 5 دقیقه، یعنی همون تایمی که خودم فهمیدم گذاشته بود، یعنی ساعتش رو اشتباه تنظیم کرده بود. ولی خب مهم نیستش چون نسوخته، یه مقداری چیز شده. خب ماما اینجا رو نشون بده پسرم. ببینین حالا این که بزرگتره، من رو این نشون بدم. بادمجون رو به این صورت یه برش روش میزنیم، یه قاچ اینجوری بازش میکنیم. بعد این رو یک مقداری هم با قاشق داخلش رو هم فشار میدیم، یه مقدار له بشه و صاف بشه. تمام این بادمجونا رو به همین صورت شکمشون رو باز میکنیم. وقتی که پوست زیرش رو برنمیداریم، این باعث میشه که از هم نپاشه، زیرش محکم باشه. منتها وقتی هم که دارید اینجوری شکمش رو برش میزنید، چون داخلش قراره مواد بریزیم، با احتیاط این کار رو انجام بدیم. خیلی هم قشنگ پخته. حالا از این مواد بر میداریم، میاریم میریزیم داخلشون. دوست داری سپهری مدلی؟ عالیه. تا درست بشه ببینید چه طعمیه. تمام باد
فالنجونا رو پر کردم، مواد گذاشتم، نصف موادم هم اضافه اومد. حالا اونا رو دوباره میشه برای شب درستشون کنم. الان باید روشون پنیر بریزم و یه سوسی درست کنم که داخل سینی بریزم. برای پنیر میتونید اینجا، خب توی ترکیه از پنیر کاشار استفاده میکنن که روی پیتزاهاشون هم استفاده میکنن، میتونید پنیر چدار هم بگیرید. بریم انجام بدیم. خب این از پنیر کاشارمون که من رنده کردم، حالا به این صورت روی سطح بادمجونا میریزیم. خب این از این، حالا بریم سسش رو آماده کنیم. برای سسش یه قاشق غذاخوری رب نیاز داریم، رب، و یه لیوانم آب. من اول یه کمیش رو میریزم که بشه این رب رو راحت داخلش حل کرد. نیاز داره اینه، منتها من توی رسیپی این غذا، یعنی طرز پختش، اصلا دست نبردم، یعنی به همین شیوهی که براتون درست کردم دقیقا درست کردن. فقط و فقط میخوام توی این سوسش یک کوچولو نمک با فلفل اضافه کنم. یعنی بدونید که توی رسیپی و دستور اصلی این غذا توی این سوسش نمک و فلفل زده نشده. گفتم این رو اینجا بگم، منتها میخوام چون به ذائقه خودمونم خوش بیاد، احساس میکنم این سوسی که داریم میریزیم روش یک کوچولو نمک نیاز داره که خوش طعم ترش کنه. البته به نماشه باز یه سری چیزای دیگر میزنم، ولی میخوام دقیقا روی همون دستور اصلی غذا درست کنم. داریم با هم دیگه میبینیم که این غذا به چه شکلی درست میشه و در نهایت نتیجهش چی میشه. خب این هم سوس، بریم بریزیم توی بادمجونا. از این کناره های ظرف میرسم. کف سینی رو هم من یک مقداری چرب کرده بودم، بعد بادمجونا رو چیدم. یک کوچولو هم روی خود بادمجونا میرسم. خب این گوجه کوچولو خوشگلارم که پژمان میگفت صبح منو فرستادی بگیرم، برای این کنار غذا میخواستم. الان باید بره داخل فر. مرحله آخر پختشه میذارم داخل فر، حرارت 200 درجه، یعنی اون موقع که گذاشتیم که روش طلایی بشه و پخته بشه 230 درجه بود. الان روی 200 درجه میذاریم، حدودا 1 تا 20 دقیقه میکشه که آماده شه. ولی بازم من ظرف رو از تو فر که در بیارم بهتون میگم که چقدر زمان برده. منتظر میمونیم تا آماده بشه. منم اینجاها رو جمع کنم، برگردیم. دیگه آماده است. فر رو خاموش کنم و ظرف رو بیارم. از اون پخت از تو فر در آوردم، عجب رنگ و لعابی داره، چه عطری پخش کرده تو آشپزخونه. حالا من بکشم توی ظرف، یه مقدارم برنج بریزم تا داغه بیارم، هم خودم تست میکنم هم سپه رو صدا کنم بیاد اینجا تست کنه تا ببینیم غذاهایی که به این صورت ویو میخوره. حالا باز بعدنم براتون درست میکنم چیزایی که به ذائقمون خوش بیاد و خیلی هم طرفدار داشته. ولی خب الان بیایم بریم فعلا سراغ این، ببینیم به چه صورتی. خب
خب ببینیم چیکار کردید. قیافه و ظاهرش که خیلی خوشگله. خب حالا برش بزنید جفتتون با هم تست کنید. ببین برش بزن برام. کجاش وسط بزنم؟ یه کنارش بزن. به به سوخته. اسمش چیه؟ بادمجون شکمپر ترکیه. شما خانم خانم گفتم که سلام رسوم. سلام باشید. گفتم برای غذای ترکی درست میکنی. خب گفت چیه؟ گفتم بادمجون گرفته، گوش چرخ کرده گرفته، گوجه و همه چیز. موقع ترکیب یه اسم میگفت یادم رفت، بخاطر این گفتم اسمش چیه. جدی؟ خب تست کنید ببینم. عالی. نظرتونو بگید چون بعد خودم میام تست میکنم. خوشمزه ولی فکر میکنم میشه بدون برنج هم بخوری. بله. یه خورده طعم پیتزا هم میده چون پنیر پیتزا ریختی. بدون برنج هم میشه. با هر چی خواستید بخورید. من هم نون میارم هم برنج. نوشه جونتون. پسندیدی؟ مرسی. خواهش میکنم. لباس تو عوض کن، منم میز رو میچینم. سپر اگه خوشش اومده؟ مشغوله. آره. نسوزی مامان. منم یه چنگال بیارم امتحان کنم ببینم به چه صورته. بذار همینی که سپه بره سمت رو برداریم بریم. بفرمایی پشمان که میگه بدون برنج هم میشه خورد. بله بدون برنج هم میشه خورد به خاطر اون پنیری که روش داره با آویشنی که داره طعمش رو یه مقدار طعم پیتزا هم داخلش میپیچه ولی خوشمزه است. خیلی خوشخوراکه. میتونید درست کنید و لذت ببرید. غذا که متفاوت میشه اهالی خانواده هم با ذوق بیشتری با اشتهای بیشتری میان میشینن پای میز. عقیده من اینه که روزهای تعطیل که همه افراد خانواده دور هم هستن سعی کنید که یه غذای متفاوت درست کنیم که خوش بگذره. اینم مدلش هم شیکه هم خوشمزه بود. میتونید امتحانش کنید. دقیقش هم که از تو فر من در آوردم برای مرحله دوم که پنیر ریختم روش یک ربع شد. درست سپه؟ آره. من گفتم بچه ها یعنی هم مهدا تنظیم کرد هم سپه برای مرحله دوم رو. دیگه حواسشون که جمع شده بود دیدم من کار دارم جالب بود. جفتشون تنظیم کردن ساعت رو به من گفتن که یعنی همزمان گوشیاتون زنگ. گفتم اما زمان اینه که تو فرون چک کنی. جالب بود برام. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهیم کردید. اینم از ویدیویی که 1.5 میلیون بازدید گرفته بود. گفتیم تا همین طعمش چطوریه ولی طعمش یه جوریه که فکر کنم افراد زیادی بپسندن. درست سپه؟ یعنی فرق نداره که برای چه کشوری باشی اینا، برای همینه که بعضی ویدیوها این مدلی میو میخوره. مرسی که همراهم بودید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدافظ. خدافظ. ما هم بریم میزو بچینیم برای ناهار. جای همگی تو خالی. سپه که فکر کنم همینجوری برای ما تست میکرد دیگه سپه تو خورد سیر شدی ماما. الان دیگه غذا زده شد.